ما وجود داشته باشه، یک عاملی که میتونه باعث رنج و آزار ما بشه اونم ذهن خود ما، واکنش ما نسبت به اون دوتا عامله. حالا این دوتا عامل چی هستن؟ خب در واقع اون کسایی که من باهاشون زندگی میکنم این وقت یا این رو به من نمیدن که من بتونم یک لحظه حتی 5 دقیقه تو اتاق باشم، میتونم با خودم باشم و این ذهنم رو کنترل کنم و مدیتیشن رو انجام بدم. اجازه بدین ببخشید، میخواین وارد جزئیات بشین یا میخواین خیلی کلی صحبت کنیم؟ حالا بذارید من این سوال سوم رو خدمتتون بگم. سه تا سوال داریم پس بفرمایید. باشه که در واقع من میخوام که این یوگا و چون یوگا رو قبلا هم انجام میدادم و خیلی ازش در واقع سودمند برای من، اینو من میخوام دوباره شروعش کنم ولی بازم نمیتونم، مثل که یه چیزی تو زندگی من رو استاپ کرده، من قدرت شروع مجدد یوگا و ورزش این چیز رو ندارم. شاید همه اینا رو شما میتونم به من جواب بدید که من چطوری اصلا میتونم از اول شروع کنم همه اینا رو که بتونم همون ذهنم هم کنترل کنم. ممنون میشم ازتون که بدونم چه کار باید بکنم در این زمین. حالا باز من سوالم رو تکرار میکنم، میخواییم وارد جزئیات زندگیتون بشین یا میخواییم کلی من صحبت کنم؟ هرچون شما میدونید، اگه سوال بفرمایید من میتونم بهتون. اوکی، شما فرمودین که دوتا عامل دارن، دوتا آدم هن که توی زندگی شما باعث میشن که شما نتونین حتی 5 دقیقه وقت داشته باشین که برای خودتون کاری انجام بدین، درسته؟ بله. اوکی، زندان که نیستین شما، توی زندان که نیستین؟ نه نه. اوکی، پس توی خونه زندگی. اوکی. من میبخشین دارم یه کمی این یه مزاح خیلی جدی بود. ولی نه الان توی شما توی زندان هستین و نه اون دوتا زندانبان هستن. پس باز این زندانی که برای شما خودتون به وجود آوردین، ذهن خودتونه که به وجود آورده. شما میتونین انتخاب کنین، میتونین با ببینین تمام این اطلاعاتی که شما من دادین به خاطر اینی که شما خودتونو از نظر یک به اصطلاح کسی که بهش ظلم داره وارد میشه، حالا ما میگیم ویکتیم، به صورت یه ویکتیم دارین نگاه میکنین، یعنی به یک کسی که همش داره ظلم بهش وارد میشه و وقتی که شما اینجوری برین زندگی کنین احساس مسئولیت و احساس انتخاب رو از خودتون سلب میکنین و این یعنی که قدرتتون از خودتون کاملا جدا میکنین و میدین بیرون و قدرت ندارین. تا زمانی که ما بگیم این فلانی این کار با من کرد، این موقعیت این کار با من کرد، اون باعث شد که اینجوری بشه یا این باعث میشه که من نتونم برم کار کنم، نتونم برم مدیتیت کنم، نتونم برم یوگا کنم، شما به خاطر این سلب مسئولیت و چون سلب مسئولیت دارین میکنین و خودتون رو قربانی همون ویکتیم میشه، قربانی خودتون رو قربانی قضا و قدر و انسان‌ها حس میکنین، اون موقع ضعیف میشین و اون موقع شدین مستضعف و وقتی به خودتون به صورت یک مستضعف نگاه بکنین اون موقع هستش که قدرت انتخاب از دستتون میره و اون موقع هستش که یه همچین حالتی که الان دارین. بله. حالا یکی از این زندانبانا بچه کوچولوتونه؟ بله که الان داره گیره. بله. دقیقاً بله ببینید میدونم به خاطر همین بچه متوجه هستم. ولی چقدر زیبا بود که شما این تمام این جریان رو، احتمالاً یکشون بچه‌تونن یکشون شوهرتونن دیگه، درست حدس می‌زنم؟ بله. ببینید مهم اینه که شما دیدتون رو عوض بکنین، اون پرسپکتیوتون رو نسبت به زندگی عوض بکنین. مهم اینه که شما به این زندگی که دارین و شوهرتون و بچه‌تون و غیره به صورت یک زندانبان و یک زندان و زندگیتون رو به اون صورت نگاه نکنین که من مجبورم این کارو بکنم یا من این دوتا عامل باعث میشن که من این کارو نکنم. ببینید همه این ذهنیات شما، تمام چیزایی که گفتین از یک دید منفی بود. من تمام اینا رو که میگم این نیست که شما یک دفعه یک شب همه چی عوض کنین، یک ثانیه همه چی عوض کنین، ولی فقط موضوع اینه که یه مقدار آگاهی داشته باشین. یه مقدار همینجوری که اول برنامه گفتم، اگر شما به همین صحبتایی که طریقه صحبتتون که الان با من کردین که نمیتونم و نمیشه، انگیزه ندارم یا نمیدونم چرا اینجوری میشه، همش میخواین بلیم کنین، سرزنش کنین موارد خارج از وجود خودتون رو و تا زمانی که میخواین بخواین سرزنش کنین موارد خارج از وجود خودتون رو، باز همونجور که گفتم شما یک قربانی میشین و قدرت و انتخاب و تصمیم گیری از دستتون سلب میشه. پس مهم اینه که شما دیدتون رو نگاه چجوری نگاه کنین به زندگی. آیا
آیا ترجیح میدادین که الان بچهتون و شوهرتون تو زندگیتون نبود؟ نه اینطور نیستم. پس ببینید انتخاب دارین. متوجهم، من میدونم اینو، ولی ببینید موضوع فقط طریقه دیدتونه. طریقه دیدتونه که این چیزایی که تو زندگی شما هستن به صورت یک بلسینگ و به صورت یک برکت بهشون نگاه کنین، به صورت یک هدیه خدا نگاه کنین، یا اینکه به صورت یک چیزی که باعث میشه که شما خیلی در تنگنا باشین. مطمئن باشین اگر طرز فکرتون اینجوری باشه، شوهر و بچه‌تون هم نبودن و شما تنها زندگی می‌کردین و هیچ گونه محدودیت مالی و زمانی و اینام نداشتین، اگر با این طرز فکر و این ذهنیات برین، یه چیزی برای خودتون به وجود می‌آوردین و خودتون رو قربانی می‌کردین و بازی همچین حالتی پیش می‌اومد. پس موضوع محیط خارج از شما نیست، موضوع همون ذهنیات خود شما هستش. من چطور میتونم که واقعا میگم کنترل کنم اینا رو، یا اینکه چطور میتونم واقعا اون شروع کنم اون یوگا رو مدادرن؟ چون چند بار تکرار کردم و واقعا به نتیجه نرسیدم. میگم عرض کردم اولین چیز اینه که آگاهی، همیشه برای هر مشکلی اولین راه حل آگاهیه. وقتی که شما آگاه باشین و بپذیرین که الان کارهایی که دارین میکنین خودتون مسئولین، نمیگم تقصیر با شماست، اصلا تقصیر وجود نداره هیچ وقت، موضوع مسئولیته. مسئول تمام اتفاقاتی که تو زندگی شما داره میفته دور و برتون خودتون هستین و مسئولانه رفتار کنین و آگاهانه رفتار کنین، اون موقع اولین قدمو برداشتین. اون موقع قدرت در دست شماست، قدرت رو دوباره برگردوندین به خودتون، قدرت انتخاب و قدرت تصمیم گیری. و بعدن کامیونیکیشن با شوهرتون کامیونیکیت میکنین، شوهرتون احتمالاً کار میکنن، ایشون هم زحمت میکشن، شما از صبح تا شب مشغول کارهای خونه و غیره، این حدس منه. و بعدا خب به هر حال میتونین از شوهرتون خواهش کنین که در تمام شبانه روز یه نیم ساعت یا یک ساعت رو به شما یه فرصتی بدن که شما با خودتون در خلوت خودتون تنها باشین و از بچه مواظبت کنن. من این نظر رو دارم آقای دکتر، این دقیقا نظر خود من هست و نظرم اینه که اگه من سالم باشم و خوب باشم برای هر دوی اینا بهتر هست، اما نظر شوهرم متاسفانه این نیست. چون فکر میکنم که من چون مادر شدم باید اینقدر از خود گذشته باشم که حتی خودم هم کنار بذارم و برسم به زندگیم و بچه و حتیز که هست. متوجه هستم، ولی اگر شما ستاتون الان وسط دریا هستین و قراره که به قول شوهرتون شما شوهرتون و فرزندتون رو از غرق شدن نجات بدین، آیا لازم نیست که اول خودتون بتونین شنا کنین و خودتون رو روی آب نگه دارین؟ اگر قرار بشه که شما از خود گذشتگی بکنین و شما برین زیر آب و این دوتا آدم رو بالا نگه دارین، نهایتاً اون دوتا آدم هم غرق میشن. بله دقیقا میگم، نظر خودم هم همینه، متوجه نمیشه. من خیلی سعی کردم واقعا با این مسئله کنار بیام، ولی خب با یه اوقات میبینم که اصلا وقتی که میخوام به خودم برسم ایشون فکر میکنن که من خیلی خودخواهم و فقط حواسم به کارهای خودم و خودم. یعنی اگر شما نیم ساعت یا یک ساعت در روز رو بخواید با خودتون باشین که در خلوت خودتون باشین، تنفس کنی، مدیتیت کنی، یوگا کنی و نهایتاً به سلامتی شما و به شادابی شما و خوشبختی شما و خوشحالی شما که نهایتاً منجر به زندگی بهتر برای شوهر و بچه‌تون میشه، شوهر شما با یه همچین چیزی مخالفن؟ به تا حدودی آره، کلن ایشون با یوگا و این چیزا مخالفن، زیاد موافق این چیزا نیستن، اما خب من خودم واقعا چون اثرش تو زندگی مخالفتشون با یوگا و این چیزا چیه؟ ببینید من خیلی موقع میشنوم این داستانا رو، میگن من پزشکم با داروهای گیاهی مخالفه. میگم خب بگین پزشکتون ازشون استدعا بکنین، بگین بیان پای تلویزیون به ما بگن با چی مخالفن، اون چیزی که باش مخالفن چیه، آیا فقط یه مخالفته و آیا چیه؟ خب ما رو روشن کنن، ما رو آگاه کنن. شوهرتون بگیم بیام پای خط منو حداقل آگاه کنن که مخالفت ایشون با یوگا چیه، چه چیزی در مورد یوگا بده که منم یاد بگیرم. ایشون نظرشون اینه که یوگا یه چیزی که همیشه به یه چیزی آدم وابسته است، خودش نیست، همیشه تو خلسه است، همچه حالتی. یعنی چی وابسته است؟ یوگا وابه اصلا نمیدونم، اصلا یوگا یا مدیتیشن و اینا رو همه فکر میکنن که یه چیزی که آدم ها رو به یه چیزی وابسته میکنه و اگه اون نباشه دیگه اونا بدون اون هیچ. بله ببینید، نه متوجه هستم. ببینید تمام این چیزایی که میگین این بازی همون ذهن زمینی و اون ایگو و نفس اماره ماست که با همون بازی میکنه و هیچ چیزی ما رو بیشتر از یوگا و مدیتیشن رها نمیکنه.
بله من از تمامش موضوع رهایی، اتفاقا مدیتیشن و